اصلا میگی بخیر. چند تا پایشای پیش بود که در واقع پلاتون هم روشا به ما یاد داد به زمانی که یعقوب آوینو داشت فرار میکرد از دست اصاب پایشای وشتخ از اون گردن که گذشت، یه دفعه یادش میاد که بله پخیم تنیم اون ظروف کوچیکی رو که از خون زندگیش داشت رو جا گذاشته. خیلی عجیبه که تو این هین و بین چند تا ضعف کوچیک چه ارزشی داره که یعقوب آوینو برمیگرده دوباره از یعدن عبور میکنه که بره و این پخیم قطنیم این ظروف کوچیکی رو که جا گذاشته بود و بیاره. دیشب ربای دکتر فاکس، ایشون دکتر روانپزشک هستن، سخنرانی داشتن برای اولیا مربعین، پدر مادرهای مدرسه. بنده اوجا بودم و ایشون خیلی صحبت جالبی کردن که واقعا شایسته است که بگیم. خیسکون یکی از مفسرین تورا میفرماید که اینجا یک درس بسیار جالبی وجود داره. میدونیم یعقوب آوینو که گذشت باید شدش که سرش به عصاب که در واقع اون فرشته هستش که در آسمان عصاب رو میاد و در واقع ریپریزنت میکنه و اون نمایانگر قدرت عصافه، اون یه سهره عصافه عصاب هستش، تمام اونو میاد ریپریزنت میکنه، اومد و با یعقوب آوینو جنگید. خب باروخ هشم یعقوب آوینو از این جنگ سربلند و سرفراز گذشت و پیروز شد، ولی نهایتاً ضربه ای زد به یعقوب آوینو که از اون موقع به بعد همیشه این ضربه باعث آسیب به رون پاشون شده بود و به خاطر این دلیله که ما گیت هناشه رو مصرف نمی کنیم. اون یکی از قسمت‌های خوشمزه ترین قسمت‌های اون گاب و گوسفند که در واقع گیت هناشه باشه پایین رون رو ما استفاده نمی کنیم. کار میکنیم میدیم به غیر یهودیان، اونا استفاده میکنن. خیلی هم خوب، اتفاقا خیلی خوشمزه است. گیدناشون کسایی که بلد باشن میتونن جدا کنن، میتونن جدا کنن و میتونن بیان در واقع بعد از اینکه جداشون استفاده کنن، ولی تو آمریکا این کارو نمیکنن. به صرفه نیست اون وقت و زمانی که میبره و به صرفه نیست. سو دکتر فاکس میگفتن که خیزگونی به ما درس بسیار جالبی میفهمن. چرا ما بایدش این قسمت رو گیت هنوشه رو نخوریم؟ خب حالا یعقوب آوینو اومد جنگید، این فرشته اومد یه ضربه زدش به رون پاش، به خاطر این ما یک عمر نمیدش این قسمتی که ضربه زده شده بودش به رون رو نخوریم. این چه سمبولیه، چه درستیه؟ خیسکونی میفهمید که این درستیه برای فرزندان، برای ماها. ما فرزندان یعقوب هستیم، در واقع نوه های یعقوب، بنی اسرائیل. که چی؟ وظیفه کی بودش که بره این ظروف رو بیاره؟ وظیفه فرزندان بود، وظیفه پدر نبود. شباطی بعد میومدن به یعقوب آوینو میگفتن یعقوب پدر عزیزم اینجا صبر کن، ما میریم میاریم، ما جوونیم میریم میاریم، ولی این کار نکرده. تورات نقلوشا داره به ما یاد میده طبق خیسکونی که هر کسی باید وظیفه خودش رو بدونه. کسی که وظیفه خودش رو انجام نده این خطا کرده، اشتباه کرده. و اینجا در واقع تابونی که به این پس میدیم از به خاطر اینه که اون فرزندان یعقوب آوینو نرفتن و این ظروف رو بیارن. هاشم به ما میخواد بگه که هر کسی مسئولیتی داره تو زندگی. مسئولیت پدر مادر چیه؟ که فرزندانش رو تربیت کنن. تربیت کردن سخته، مسئولیت پدر مادره. بعد یاد بگیرن که چطور تربیت کنن. بعد یاد بگیرن که اون وظیفه‌ای که دارن وظیفه‌ایه که خیلی خطیره و خیلی هم سخته. و همچنین وظیفه فرزند چیه؟ که بدون پدر مادرش از خودش بالاترن، احترامش بذاره، گوش بکنه به حرفشون، با حرفشون یکی به دو نکنه، بحث نکنه. این درس بسیار جالبیه که از این واقعه خیسکونی به ما یاد میده که هر کسی مسئولیت خودش رو باید بدونه. مسئولیت پدر مادر با مسئولیت فرزندان فرق داره. اینجا متاسفانه در این وسترن کالچر که در قرن 21 اینطور خیلی یهودی‌ها یاد نمیگیرن، خیلی هم میگن نه فرزندان باید با بچه‌ها
کاملا دوست باشن، مثل دو تا دوست معمولی. درسته ما باید با فرزندانمون دوست باشیم، محبتشون کنیم، ولی در این حال یک احترامی بر برای پدر مادر باشه. یک سری وظایفی دارن اون پدر مادر که بعضی وقتا دوستی بیش از حد شاید باعث بشه که به اون وظیفه که دارن نتونن خوب عمل بکنن، که این بحث جداییه. بذات هاشم اقلوش پاخو کمک کنه که همگی بتونیم وظایف خودمون انجام بدیم و در این مثلا بتونیم موفق باشیم. بی بخنن یا میرم شما مرسیم خود دیستایی لفیکا خیبان همین طورم ایسپا شده من ادنا خواست من